سلام عرض میکنم خدمت شما هنرجویان عزیز. من اکرم نوری هستم، دانشجوی دکترای پژوهش هنر و با درس آموزش مبانی هنرهای تجسمی دو در خدمتون هستم. این درس تحت دو بخش تقسیم بندی میشه: مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2. در مبانی هنرهای تجسمی 2 ما تقریبا توی همون طیف کار میکنیم، منتها فقط در ارتباط با رنگ و چیدمان رنگ ها، عناصر رنگی، انواع رنگ و قرارگیری اونها کنار هم دیگه، انرژی های رنگ در حقیقت. به همین دلیل عنوان مبانی هنرهای تجسمی 2 رو به نام مبانی رنگ هم میشناسند. میگیم انسان از ابتدای تولد جهان اطراف خودش رو با چشمش میبینه. عضو بینایی ما چشم هامون هست و این دیدن به واسطه چند عنصر دیگر صورت میگیره. پس ما بخوایم جهان اطرافمون رو ببینیم، قطعاً به یک چشم سالم و به نور و به اشیایی که قراره ببینیم نیاز داریم. اینجا داره میگه این دیدن به واسطه چند عنصر، یعنی همون چشم، نور و جهان اطرافه که نور مهمترین اونهاست. چرا که با تابش نور رنگ اجسام و اشیاء پیرامون هم مشخص میشه. در حقیقت رنگ بخشی از شناخت و آگاهی انسانه. ما دنیای خودمون رو با رنگ ها میبینیم و از همدیگه تشخیص میدیم. رنگ ها علاوه بر حمل ماهیت اشیا، خودشون هم دارای مفهوم و احساس هستند. رنگ در هنر نیز به عنوان یکی از مهمترین مبانی خود تعریف و جایگاه جدا میگیره. پس تو این درس به تعریف و تحلیل رنگ در هنرهای تجسمی پرداخته میشه. گفتیم نور در حقیقت عنصر اصلی فعل دیدنه. ما اشیاء و اجسام رو میبینیم، جهان اطراف رو میبینیم به طریق چشممون، منتها اون عنصر اصلی نور هست. نور نباشه تاریکی به وجود میاد و در تاریکی دیدن و رؤیت اتفاق نمیفته. پس میگیم بدون وجود نور اجسام هم دیده نمیشن. رنگ و شکل اجسام در تاریکی قابل رؤیت نیستن. تاریکی در حقیقت یک وجود نیست، تاریکی عدم وجود نوره. پس ما توی تاریکی، یعنی توی عدم وجود نور، رنگ و شکل اجسام و جهان اطرافمون رو نمیبینیم. اجسام وقتی قابل رؤیت میشه که یا از خودشون نور منتشر کنن، مثل چی؟ مثل خورشید، مثل مهتاب، مثل ستاره ها، مثل نورهای مصنوعی خودمون. پس میگیم این اجسام وقتی قابل دیدن میشن که یا از خودشون نور منتشر کنن یا نور دیگه رو بازتاب کنن. مثل همین اجساممون، مثل درخت ها که نور خورشید رو در حقیقت منعکس میکنن به چشم ما و ما اونها رو میبینیم. میگیم رنگ بازتابی از نوره که به شکلهای متفاوت در میاد و این بازتاب مجموعه وسیعی رو شامل میشه. تو این تعاریف دقت کنید، چون که با هم دیگه میریم سراغ نمودار یا اون تصویر تحلیل شده ی امواج نور. منتها شما اینجا رو دقت کنید، توی این تعاریف به اون هم خواهیم رسید. میگیم رنگ بازتابی از نوره. گفتیم دیگه نور به شی و اجسام میتابه و اجسام منعکس میکنن اون نور رو، قابل دیدن میشه. یکی از اون چیزهایی که در انعکاس نور از اجسام ما میبینیم رنگه که به شکلهای متفاوت در میاد، یعنی چی؟ یعنی رنگهای متفاوت. این بازتاب مجموعه وسیعی رو شامل میشه. رنگ ها در دنیای اطراف ما بی نهایت هستند. درسته ما تقریبا 6 رنگ داریم، 6 رنگ پایه‌ای داریم، ولی این طیف وسیع رنگ ها خودش دنیای خیلی خیلی بزرگی رو شامل میشه. اگه یک ناحیه باریک از طول موجهای نور مرئی توسط شیئی جذب شود، رنگ به وجود می آید. این تعریف رو داشته باشیم، میریم اسلاید های بعدی کنار هم دیگه می بینید این تعریف رو. بیایم سراغ تعریف این نور. ببینید اینجا ما در اصل این تعریف علمی و کاملا فیزیکی نور رو بیان میکنیم. میگیم نور بخشی از انرژی الکترومغناطیسیه که به صورت امواج منتشر میشه و زمانی که با اشیاء برخورد میکنه قابل رؤیت میشه. خب ما امواج زیادی داریم، مثل امواج رادیویی، مثل امواج صوتی. نور هم داره میگه که به صورت امواج منتشر میشه. معروف ترین و مهمترین منبع نوری جهان اطراف ما خورشید هست. شما فرض کنید نوری که از خورشید تابانده میشه، این نور به صورت امواج منتشر میشه، انرژیش هم الکترومغناطیسیه و وقتی که با اشیاء برخورد میکنه اون موقع دیده میشه.
حالا میگه طیف این امواج الکترومغناطیسی دارای طول موجهای متفاوتیه. داریم میگه این امواجی که مثال زدیم گفتیم از خورشید تابانده میشه، طول موجهای متفاوتی داره که از چند میلیونوم نانومتر، یک نانومتر چقدر؟ یک میلیونوم میلیمتر، یک مقدار و یک ذره اصلا غیر قابل تصوره. ببینید چقدر این مقدار کمه. میگه از چند میلیونوم نانومتر تا بیش از 1000 کیلومتر متغیر هست. میگه نور طول موجی داره بین حدود 380 تا 760 نانومتر. امواج کوتاهتر از 380 و بلندتر از 760 نانومتر با چشم انسان قابل دیدن نیستن. مثل چی؟ مثل امواج ماورای بنفش، مثل امواج مادون قرمز، اشعه ایکس و گاما که برخی بر اثر برخورد با جو یا همون لایه اتمسفر به زمین نمیرسن. که خوشبختانه این اتفاق که میفته، یعنی اتمسفر این اشعه ها و این امواج رو برمیگردونه به اون فضای بالای خودش، یعنی به فضای زیرینش که محیط و جو زیر اتمسفر یعنی کره زمین هست نمیرسن، که این قضیه برای حیات طبیعت هم بسیار مضر. پس وقتی میگن لایه اوزون سوراخ شده و برای طبیعت و برای حیات کره زمین مضر هست، به این علته که اگه لایه اوزون آسیب ببینه، این امواج یعنی امواج مضری مثل ماورای بنفش، مادون قرمز، اشعه ایکس و گاما به جو زمین وارد میشن. پس ما این امواج رو قبلا اسمشون رو شنیدیم. دوباره میخونم، میگم امواج کوتاهتر از 380 و بیشتر از 760 که دیده هم نمیشن، بر اثر برخورد با جو به زمین نمیرسن که برای حیات طبیعت هم بسیار مضرن. ولی امواجی با طول موج بین 380 تا 760 به زمین میرسن، یعنی همون نور طبیعی و مرئی. پس نوری که میاد در جو کره زمین و ما در طبیعت و در زندگی پیرامون خودمون میبینیم، طول موج بین 380 تا 760 داره. توی این تصویر ما طول موجهای نور رو قرار دادیم. این طول موج از کمترین مقدارش عددش شروع میشه به سمت چپ که بیشترین مقداره. یک قسمت از این طول موج که رنگی هست در حقیقت همون طول موج هاییه که ما باهاش کار داریم که قابل دیدن هستن و رنگ ها رو شامل میشن این طول موج ها. پس اینجا ما 380 داریم به پایین، یعنی به کمتر از 380. اینجا 760 رو داریم به سمت بیشتر از این عدد. عدد کمتر از 360 چیان؟ این طرف چه امواجی رو شامل میشه؟ امواج ماورای بنفش، ایکس ری و گاما. این امواج مضر هستن. امواج بیشتر از 760 چیا هستن؟ اینفراد و امواج رادیویی. ما با اینها کاری نداریم. ما با همین قسمت خودمون، ببینید این قسمت رو من با نشانک دارم نشون میدم، بین 360 تا 760 نانومتر هست، یعنی همون نور مرئی خودمون که اینجا اومده این نور مرئی رو باز کرده. اون دست از اشعه ها یا اون امواج که طول موج کوتاهی دارن به رنگ آبی هن. یعنی این قسمت تقریبا اینجا. و اون دست از اشعه های نور که بلندترین طول موج رو دارن به رنگ قرمز دیده میشن. توی این قسمت ما داریم در مورد همون قسمت 380 تا 760 صحبت میکنیم. داره میگه اونهایی که توی این طول موج از همه کمترن، طول موج کوتاهی داره به رنگ آبیه. ببینید اینجا توی تصویر هم هست بلو، این قسمت آبی. و میگه توی همین قسمت باز اونهایی که بلندترین طول موج رو دارن که میره به سمت 760 رد یا قرمز هستن. و رنگهای دیگه هم که از ابتدا اینجا هست، ببینید ویولت یا بنفش رنگ، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز. پس این طیف از طول موجهای نور که قابل رؤیت هستن که صحبت کردیم گفتیم میرسه به جو زمین، بازتاب میشن توسط اجسام و دنیای اطراف ما، در حقیقت اینا هستن و شامل این رنگ ها که گفتیم تمام رنگ های جهان اطراف ما رو همین قسمت شامل میشه. این سوال قطعا پیش میاد که نوری که ما از منبع نوری میبینیم نوریه که خب یا سفیده یا زرد رنگه و ما در حقیقت نورهای رنگی نمیبینیم. پس اینکه در اسلاید قبلی گفتیم طول موجهای نور از 380 تا 760 شامل رنگهایی بودن از آبی، بنفش، سبز، زرد، نارنجی و قرمز، این یعنی چی؟ ما داریم میگیم نور بله به ذات خودش دارای رنگی نیست، رنگی نداره نور، و گفتیم نور خودش هم مرئی نیست. مثال میزنم، ببینید در روز فرضاً شما توی اتاقتون هستین یا توی محیط باز هستید، شما دارید اجسام رو میبینید،
شما دارید سایه درخت رو میبینید. شما بله ممکنه نور خورشید چشمتون رو اذیت کنه، ولی شما نوری رو نمیبینید در اطرافتون پخش شده باشه. شما در حقیقت دارید بازتاب این نور رو میبینید. اگر هم نوری هست و یا شما اشعه های خود نور رو ببینید، قطعا این نور رنگی نیست. توی این تصویر نور رو از یک منشور عبور داده. منشور چه کار میکنه؟ منشور میاد نور رو به اصطلاح میشکنه، شکست نور ایجاد میشه توی منشور. ما این رو قبلا مطالعه کردیم، خوندیم. نوری که به یک منشور برخورد کنه شکسته میشه و رنگین دیده میشه. دقت کنید توی این تصویر نور به منشور تابیده شده و از این طرف منعکس میشه و دقیقا همون رنگ هایی هست که ما در طول موج های رنگی دیدیم در اسلاید قبلی. ما در دنیای اطراف خودمون هم منشور داریم. رنگین کمان همون قطرات ریز آب هستند که در جو زمین پس از بارانی یا مثلا وقتی هوا مه‌آلود هست قرار دارن توی جو. این قطره ها همون منشور میشن. وقتی یه نور محیط یا نور مرکزی، نور خورشید بهشون تابانده میشه، اینها نور رو میشکنن. رنگ‌های رنگین کمان هم در اصل طول موج‌های دقیق و مشخص رنگی نور رو نشون میدن. توی این اسلاید خیلی ساده می‌خوایم عمل دیدن یا مشاهده اجسام و دنیای اطرافمون رو ببینیم. میگیم منبع نور یا همون خورشید. گفتیم برای دیدن ما به عناصری نیاز داریم، گفتیم منبع نوری که نوری داره و بعد چشم ما و بعد اجسام و دنیای اطراف ما که گفتیم مهمترینش نوره. اگه نور نباشه هیچ کدوم از اینها دیگه اهمیت نداره، یعنی درخت باشه چشم انسان هم باشه. به طور مثال وقتی توی شب ما توی فضای بیرون قرار میگیریم که هیچ نوری نیست، قطعا دنیا رو نمیبینیم، فضای پیرامون رو نمیبینیم، ممکنه راه بریم و بخوریم به چیزی. پس نور مهمترین عنصره. اینجا میگیم نور از یک منبع نوری تابانده میشه، مثل خورشید یا مثل یک لامپ. و بعد اجسام، دنیای اطراف ما. این نور تابانده میشه به این اجسام. این اجسام نور رو منعکس میکنن و ما انعکاس اون رو میبینیم. پس میگیم موقع برخورد نور با جسم، ما رنگی رو میبینیم که جسم منعکس میکنه. گفتیم که نور به اجسام تابانده میشه، اجسام و نور رو منعکس میکنن. وقتی که منعکس میکنه یعنی داره ساختار هویت خودش رو نشون میده. پس وقتی نور منعکس میشه، یکی از اون ویژگی ها که بازتاب میشه و به چشم ما میرسه رنگ هست. پس ما در حقیقت داریم رنگی رو میبینیم که اون جسم منعکس کرده. توی این اسلاید من یک زمینه رنگی قرار دادم که میتونه جسمی باشه. یک جسم به رنگ آبی و بعد اینجا یک پیکان‌های رنگی قرار دادم. اینها در حقیقت همون نور هستن، نور سفیدی که داره تابیده میشه، نوری که ما در فضای اطراف خودمون نور رو رنگی نمیبینیم ولی طول موج‌های رنگی داره. من اینجا اومدم این طول موج‌های رنگی رو نشون دادم، یعنی نوری که داره تابیده میشه و طول موج‌های رنگی داره از قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش. جسم ما آبی رنگه. وقتی که نور به یک جسم آبی رنگ تابیده میشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ما یک جسمی رو آبی میبینیم، این به این معناست که اون جسم فقط داره طول موج آبی رو منعکس میکنه. دقت کنید، یک جسم آبی رنگ مثل این نیمکت آبی توی یه پارک. این جسم آبی رنگ دیده میشه چون که فقط طول موج آبی رو جذب میکنه و منعکس میکنه. اینجا ببینید ما یک جسم قرمز داریم. قرمز رنگه. حالا نور داره بهش تابیده میشه و طول موجی رو منعکس میکنه که قرمز رنگه. یعنی طول موج قرمز رو فقط میگیره و منعکس میکنه. حالا جسم ما سیاهه. نور که به جسم سیاه رنگ تابیده میشه، سیاه و سفیدی رنگ نیست. ما اینها رو در رنگ ها قرار میدیم ولی مشاهده کردیم که در طول موج های رنگی نور ما رنگ سیاه یا سفید نداریم. ولی این دو رنگ وجود دارن، اونم به این دلیل. وقتی جسمی سیاه رنگه و ما اونو سیاه میبینیم یعنی چی؟ یعنی که تمام طیف های رنگی نور رو به خودش جذب میکنه، دیگه چه انعکاسی نداره. پس جسمی که امواج رنگی نور رو دریافت میکنه و منعکس نمیکنه، این جسم سیاه رنگ میشه.
به همین علت هست که رنگ سیاه عمدتاً برای لباس به این دلیل استفاده نمی کنن، چون که میگن خیلی گرم رنگ سیاه. شما در تابستان از رنگ سیاه استفاده نمی کنی چون گرمه، چون که همینه تمام طول موجهای نور رو جذب میکنه، تمام انرژی نور رو میگیره و منعکس نمیکنه، به همین علت گرما رو بیشتر تو خودش نگه میداره، چون این نور که تابیده میشه علاوه بر اون طول موجهای رنگی خودش یک انرژی حرارتی و انرژی های الکترومغناطیسی هم داره دیگه. پس تمام امواج رنگی نور رو جذب میکنه، هیچ انعکاسی نداره. در مورد جسم سفید چه اتفاقی میفته؟ چی میشه که ما یک جسم رو سفید رنگ میبینیم؟ اون هم اینه که در جسم سفید رنگ انعکاس امواج رنگی نور به طور کامل انجام میشه، یعنی تمام امواج رنگی نور رو منعکس میکنه. ما وقتی جسمی رو سفید میبینیم که تمام طول موجهای رنگی منعکس شده باشه. به همین علت توی تابستون لباسهای سفید خنک‌ترن. شما در کشور خودمون نگاه کنید، لباسهای سنتی و قدیمی مردم جنوب کشور ما که خوب هوای گرمی هست اون قسمت، همه سفیدن. مثل لباس سنتی عربی، مثل لباسهای دشتاشه بندری، مثل لباسهای بلوچی، اینا سفید رنگن. شاید از نظر علمی اینطور تحلیل شده، خبر نداشتن، اطلاع نداشتن که چه اتفاقی میفته که رنگ سفید خنکه، ولی از نظر تجربه این رو به دست آوردن که رنگ سفید برای لباس خنکتره، چون نور تمام این طیف‌های رنگی رو داره. با انرژی های گرمایی خودش، انرژی های الکترومغناطیسی خودش، وقتی به لباس سفید تابیده میشه، این رنگ سفید، این لباس سفید تمام اینها رو منعکس میکنه. به همین علت ما اون رو سفید میبینیم. در مورد طول موج ها صحبت کردیم، اینکه نوری تابیده میشه به جسمی و وقتی ما یک جسمی رو فرضاً زرد میبینیم به این علت هست که فقط طول موج زرد رو منعکس کرده و غیر منعکس نمیکنه. ما در طبیعت رنگ ها رو به تعداد بسیار بسیار بالا میبینیم. پاییز رو میگن هزار رنگ. ممکنه در پاییز یا در زرد شدن همین برگ ها ما شاید 100 نوع زرد ببینیم. بیش از 100 نوع. علتش هم اینه، چون که نور وقتی تابیده میشه به برگ های درخت ها، به کلن جهان اطراف ما، اون قسمت هایی بازتاب میشه که اون جسم خودش اون طول موج رو میگیره و منعکس میکنه. آسمان آبیه، حالا اون یه تعریف فیزیکی خودش داره که به چه علت آبی ما میبینیم. حالا ببینید توی طبیعت ما چرا ساقه ها، برگ ها و درختان رو سبز میبینیم؟ چون که اونها فقط طول موج سبز رو منعکس میکنن، طول موج سبزی که از نوری که به اونها تابیده میشه. یا ببینید گلبرگ های این تصویر رو سفیدن، علتش چی بود؟ چون که گفتیم تمام طول موج های رنگی رو منعکس میکنه. مرکز گل زرده، یعنی که فقط طول موج زرد رو منعکس کرده. ما اینجا با بحث نور که خود نور دارای طیف‌های رنگی هست آشنا شدیم، صحبت کردیم و اینکه ما چطور جهان اطراف خودمون رو با نور رنگی می‌بینیم. درس دوم در ارتباط با خود رنگ هست. ما می‌خوایم خود رنگ رو بشناسیم. از درس اول عبور کردیم که مبحث نور بود و طیف‌های رنگی نور رو شناختیم. حالا میخواییم سراغ خود رنگ بریم. رنگ رو از دو قسمت یا از دو شیوه میتونیم معرفی کنیم. یکی فیزیکی و بحث دیگه بحث هنری هست. ما میخواییم یه تعریف فیزیکی بدیم از رنگ و دیگری تعریف هنری رنگه یا تعریف روانی رنگه. تو بحث فیزیکی چی گفتیم؟ دوباره تکرار میکنم. میگم نور دارای طول موجی بین 380 تا 760 نانومتره. امواج کوتاه‌تر از 380 و بلندتر از 760 با چشم قابل رؤیت نیستن، ولی امواج با طول موج بین 380 تا 760 همون نور طبیعی و مرئی هست که ما می‌بینیم. و اینجا دوباره این تصویر رو گذاشتم. این اعداد تقریبا اعدادی هستن که روند شدن، یعنی همون 380 تا 760 روند شدن. گفتیم از چه قسمت‌هایی هم هست. ببینید از بنفش آبی شروع میشه، بعد سبز، بعد زرد، نارنجی و قرمز. پس این طیف رنگی نور هست یا موج‌های رنگی نور. حالا در بحث هنری چی میگیم؟ تعریف رنگ چیه؟ میگیم رنگ‌ها تقسیم بندی‌ها و مفاهیم بصری متفاوتی دارن که در مبانی هنرهای تجسمی به این قسمت پرداخته میشه. یعنی ما اومدیم توی مبانی هنرهای تجسمی به همین تعریف هنری رنگ میپردازیم.
بحث فیزیکیشو گفتیم که حالا بحث فیزیکی نور چیه، رنگ چیه، چطور ما اجسام رو رنگی میبینیم، ولی اون چیزی که ما باهاش کار داریم توی این درس همین تعریف و توضیح هنری رنگه. میگیم هر رنگ دارای درجه ای از خلوص رنگی یا تیرگی و روشنایی. همچنین به دلیل نزدیکی به مظاهر طبیعی هر کدام القا کننده مفهوم خاصی هستند. در رابطه با اینکه رنگ ها القا کننده مفهوم خاصی هستند و اینکه خودشون هم دارای یک ویژگی هایی هستند میرسیم بهش. ولی الان میخوایم بریم سراغ بحث ابتداییمون، اینکه بگیم انواع رنگ یعنی چی. رنگ ها توی هنرهای تجسمی به انواع گوناگون تقسیم میشه. مثل رنگ های اصلی میگیم رنگ های فرعی، رنگ های درجه دو، رنگ های گرم، رنگ های سرد و بقیه تعاریف. اما تو ابتدای بحث رنگ شناسی ما میخوایم شروع کنیم رنگ ها رو بر اساس سه تا خصوصیت از همدیگه متمایز میکنیم. اولین دسته بندی رنگ ها رو میگیم به واسطه رنگین بودنشون تقسیم کنیم. یعنی چی به واسطه رنگین بودن؟ میگه به واسطه رنگین بودن خود رنگ ها که اصطلاحاً به اونها تهرنگ یا فام میگویند. مثل تمایز رنگ زرد، قرمز و سبز، دقیقاً همان رنگ های خالص طیف نور. رنگ های زیادی رو ما میبینیم. حالا اینجا داریم میگیم میخواییم دسته بندی کنیم. میاییم میگیم انواع رنگ از نظر فام. پس تقسیم بندی اینجا بر چه اساسیه؟ بر اساس تهرنگ یا فام. تهرنگ یا فام چیه؟ یعنی همون ریشه اصلیه رنگ. همون رنگ های خالص طیف نور چیا بودن؟ بنفش بود، آبی بود، سبز بود، زرد بود، نارنجی بود و قرمز. آیا ما غیر از این رنگ ها رنگ دیگه ای هم داریم؟ آیا ما فام دیگه ای هم داریم غیر از اینها؟ خیر. پس بنفش، سبز، قرمز در حالت خالص خودشون، در حالت به اصطلاح فام خودشون. پس این دسته بندی که میگیم انواع رنگ، تقسیم بندی ها بر اساس خود تهرنگه. ببینید توی این دسته بندی دوم، اولی رو هم بهتر و راحت تر متوجه میشید. توی دسته بندی دوم میگه به واسطه میزان تیرگی و روشنی رنگ ها، مثل تمایز رنگ آبی با درجه روشن‌تر از همون آبی. به تعبیر دیگه ترکیب رنگ با سیاه سفید فام های خاکستری. توی دسته‌بندی قبلی گفتیم به واسطه تهرنگ یا فامشون بود. اینجا داریم میگیم انواع رنگ از نظر تیرگی و روشنی. شما اینجا من براتون مثال رنگ آبی رو آوردم. رنگ آبی ما میگیم انواع رنگ ها از نظر تیرگی و روشنایی. یعنی چی؟ یعنی وقتی رنگی با رنگ سفید ترکیب میشه میشه رنگ روشن. حالا این مقادیر ترکیبش میتونه کم و زیاد باشه. یه رنگ خیلی با رنگ سفید ترکیب میشه، مثل این قسمت. ببینید این آبیه توی این قسمت زیاد با رنگ سفید ترکیب شده، یه یک آبی خیلی روشن داریم میبینید. اینجا آمده با مقداری سیاه ترکیب شده، رفته سمت سرمه. پس اینجا ما انواع رنگ رو داریم از نظر روشنی و تاریکی. ما داریم میگیم رنگ ها تقسیم بندی کنیم بر اساس فامشون، تهرنگشون که گفتیم همون شش تا رنگ اصلی هستن، شش تا رنگ طیف نورمون. اینجا داریم میگیم آقا انواع رنگ داریم بر اساس تیرگی و روشنایی. یعنی مثلا انواع رنگ تیره و روشن رو داریم میگیم. فرضاً یه نارنجی خیلی روشن یا یه سبز خیلی تیره. این انواع رنگ رو وقتی کنار هم میذاریم ما در اصل با فامشون دیگه کار نداریم، با تیرگی روشنیشون کار داریم. چطوری اتفاق میفته؟ با ترکیب رنگ ها با سیاه، سفید یا فام های خاکستری. فام خاکستری چیه؟ رنگ خاکستری هم خودش از ترکیب سیاه و سفید به وجود میاد. حالا میرسید بعدن که همین رنگ خاکستری از ترکیب چه رنگ های دیگه ای به وجود میاد. تا اینجای کار شما این رو خاطرتون بسپارید. پس دوباره مرور میکنیم. دسته قبلی بر اساس تهرنگ و فام رنگ تقسیم بندی شدن رنگ ها که 6 تا بودن. اینجا داره میگه انواع رنگ از تیره و روشنی. با فامش کاری نداریم. میگه چقدر تیره است، چقدر روشنه و چقدر خود رنگ اصلی هست. اینجا میگیم به واسطه میزان خلوص رنگ ها، مثل تمایز رنگ آبی در حالت خالص خود با رنگ های آبی که با ترکیب دیگر رنگ ها به وجود آمدن. در اینجا خلوص و سیری رنگ مد نظره.
در قسمت دوم گفتیم که تیرگی و روشنی رنگ بحثمونه، یعنی ترکیب رنگ ها با سیاه و سفید بود. ما اینجا ترکیب رنگ ها با همدیگه رو داریم. شما حساب کنید ببینید، یه رنگ آبی، رنگ اصلی، رنگ درجه یک آبی که همون ته رنگش و فامش اصلی هست، این رنگ خالص آبیه. وقتی سفید بهش بزنی رنگ آبی روشن میشه. پس این رنگ دارای روشنایی میشه، دارای تیرگی میشه اگه با سیاه قاطی بشه. ولی اگه همین رنگ آبی با یه رنگ دیگه ای ترکیب بشه، دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم آبی مثلا ترکیب شده و فلان، چون خودش باز دیگه داره یک رنگ دیگه به وجود میاره. فرضاً شما آبی رو اگر با نارنجی ترکیب کنی خاکستری به وجود میاد. در درس بعدی، اسلایدهای بعدی صحبت میکنیم، حالا متوجه میشین انشاءالله رنگهای مکمل چه دایره رنگ چیه. وقتی دو تا رنگ مکمل با هم ترکیب بشن سیاه میشن. مکمل رنگ آبی رنگ نارنجی هست. وقتی آبی با مقداری نارنجی ترکیب بشه تقریبا خاکستری رنگی به وجود میاد. وقتی آبی ما با کمی قرمز ترکیب بشه ما یک بنفش آبی داریم. پس اینجا داریم میگیم به واسطه میزان خلوص رنگ ها. دوباره مرور میکنیم با هم دیگه که بهتر جا بیفته. گفتیم توی دستبندی اول بر اساس تهرنگ و فام بود که همون شش تا رنگ اصلی بود. دستبندی دوم بر اساس تیرگی و روشنایی بود که ترکیب رنگ با سفید و سیاه رو نشون میداد. اینجا داریم میگیم به واسطه میزان خلوص رنگ ها، یعنی ترکیب رنگ ها با رنگ های دیگه که اون خلوص اولیه‌شون رو هی از دست میدن دیگه توی ترکیب رنگ ها. میگیم در حقیقت نمود واقعی رنگ ها مثل فام، خلوص، تیرگی و گرم و سرد بودن اونها به چیدمانشون هم بستگی داره. تا همینجا کات نگه دارید. ببینید ما داریم میگیم که یعنی چی؟ یعنی میگیم وقتی میخوایم بگیم یه رنگی فامه، تیره است، روشنه، حالا خلوصش چطوره، گرم و سرده، اینها در کنار هم دیگه تعریف اصلیشون رو به دست میارن. به طور مثال خلوص رنگ زرد رو تصور کنید. خلوص رنگ زرد در کنار رنگ آبی به مراتب بیشتر از حالتیه که رنگ زرد کنار نارنجی داره. زرد کنار آبی خلوصش بیشتر از زرد کنار نارنجیه. چرا؟ چون نارنجی و زرد به هم نزدیکن، جفتشون گرمه. اصلا نارنجی خودش از ترکیب زرد و قرمز به وجود میاد. پس خلوص زرد در کنار آبی بیشتر از موقعیه که همون رنگ زرد کنار نارنج. یا گرمای همین رنگ زرد در کنار رنگ آبی بیشتر از حالتیه که رنگ زرد کنار رنگ قرمز داره. یه تعریف اینجا داشته باشم، حالا میرسیم انشاءالله به این مبحث گرم و سردی رنگ ها. یک توضیح کوچک ابتدایی میدم. اینکه وقتی میگیم یه رنگ گرم یا سرده، رنگ های مثل زرد و نارنجی و قرمز رو ما میگیم رنگ های گرم. اونم به این علته که ما تو مظاهر طبیعی خودشون از ابتدا این رنگ ها رو فرضاً با خورشید دیدیم، با نور دیدیم، در آتش دیدیم، این حس گرما رو منتقل کرده به بشر، در نتیجه این رنگ یک صفتی گرفته به نام گرم بودن. یا رنگ های آبی و سبز آبی و اینها رو میگیم رنگ سرد. چرا میگیم رنگ سرد؟ چون تو زمستون شما دقت کنید ما برف داریم یا آسمون آبی داریم یا مثلا فضاهای تقریبا یخ زده رو داریم، فریز شده رو داریم، باران رو داریم. اینها به بشر همراه با رنگهاشون حس سردی رو منتقل کردن. پس اینه میگیم گرمای رنگ زرد به چه معنی؟ این صفت و گرمی بودنش، یا این که میگیم یه رنگی سرده. اینجا ما سه تا رنگ زرد، آبی و قرمز رو تو دو تا زمینه اومدیم با هم دیگه مقایسه کردیم. دو تا زمینه سیاه و سفید. درخشش و خلوص این سه تا رنگ در کدوم زمینه بیشتره؟ دقیق بفرمایید، رنگ زرد رو ببینید، اصلا درخششش انگار چند برابر شده. پس این که میگیم خلوص رنگ ها، فام رنگ ها، تیرگی و روشناییشون، علاوه بر این که در حالت خالص خودشون ما میبینیم یک آبی فرزن آبی روشنه،